گپ دوستانه امروز ما با یک هنرمند 10 ساله است که بچه ها خیلی دوستش دارن. سلام. حالت خوبه؟ باید تو معرفی کن؟ چی؟ آره دیگه اومدم سر میز شام. چه؟ اونجا با عمو پورنگ نشسته بودی؟ من نشتم. بگیر. نگیر میگه اجازه بگیر. خب بریم به شکی اجازه بگیریم؟ از آقا جان زاده. آیا آقا جان زاده سلام. یکی از شما اجازه بگیریم برای امروز. اجازه میدن آیا آقا جان. آقا خلاصه کارمونه دیگه، برای اجازه بگیریم. خب برای که الله. چطور اگه اجازه نگیری چی کار میکنه آیا آقا جان زاده؟ یه سری محدودیتی تو کار ما هستش که نمیتونیم بگیم. چه محدودیتی؟ میگم نمیتونیم بگیم. چرا؟ یه محدودیت هایی هست دیگه. خیلی حالا که اجازه دادن میتونیم راحت یه گفتگوی خودمونی داشته باشیم. خیلی خوب. بریم یه جای خوش آب و هوا باشه؟ خب. کدوم اخباره؟ اخبار سراسری. سراسری کدومه؟ شبکه اول. نگاه میکنیم اگه خبرها رو؟ آره ساعت چند؟ ساعت 2 اگه پخش بشه. چطوره اخبار ساعت 2؟ نه شنبه ها. شنبه ها نگاه میکنی خبرها رو؟ از کدوم خبر خوشت میاد؟ بیشتر حوادث و هیجانی و این چیز. اهل هیجانی. آره آقا سلام، گردونی تو بذار باشی. نه بیا شکره چلو بکر کن. نمرش نمرش استان هفته پنجوسه. خوردم آباد یازده. هرچه سرکار دختر چه میگی؟ دختر نه خطه میگه خیلی رفت بیمیریم امیر بودو بودو بریم ایش دسته شمه متشکرم خیلی بازو دوست دارم. در آینده میخوایی چه کاره بشی؟ در آینده مهندس. مهندسه چی؟ نمیم، میخوام درس ریاضی آدم رو بدم. ریاضی؟ آفرین. اگه که جزء محدودیت رو به شما رو نمیره بگو که اولین باری که اومدی تلویزیون تست دادی چجوری شد؟ کی اصلا معرفیت کرد؟ کسی معرفی نکرد. یه جایی مثلا، یه جایی بود اما پرنگ نمیم کجا بود، حالا یادم نیست. برنامه داشت، من رفتم جلو و پرنگ هفت زدم فرای از ما خوشش اومد، بعد دیگه موافق شد که رفتم. خانواده مخالف نیستن؟ نمیگن به درس لطمه میخوره؟ نه چون لطمه نمیخوره. من شنیدم که مدداهی میکردی. آره؟ بله. و حالا یه میتونی برامو یه خورده مدداهی کنی؟ به خدا دنیا رو نمیخوام، یا بلفاز جنت الاعلا رو نمیخوام، بیا بلفاز کسی هم تا شو ندیده، نه ندیده نه شنیده، که خدا تنها تو عالم یا بلفاز لا فریده، یا بلفاز لا فریده. خب امیر گلم بگو ببینم پرنگ گلم نظر چیه در مورد اون پرنگ؟ چی سلامتی؟ آقا 3 2 1 برو زبط. خب بگو اینم با عمو پرنگ دعوت میشه یا نه؟ با عمو پرنگ نه. الان که داشتی عداشو در میوردی؟ عداش نبود که. چی بود من؟ این پرنگ گلا. خب نبینی عمو پرنگ رو دلت تنگ میشه یا نه؟ بله. چقدر؟ 1000 تا. آقای فرزیان شما چیه نظرت در مورد امیر محمد؟ بچه خوبیه، من دوستش دارم. اذیت نمیکنه شما رو؟ میشه بچگی میکنه، بچه مؤدبی هم هستش. حالا نگاه نکنه توی برنامه تلویزیون بعضی موقع با توجه به نقش که بهش میدیم چون خوب ایفا میکنه، حالا امکان داره قالبش قالب طنز شیطنت باشه، اما در مجموع پشت صحنه بچه خیلی خوبیه. من راضیم حرف گوش کنه و همه چیزش رو حساب، الحمدلله.
شما رو اذیت نمیکنه؟ نه دیگه، اذیت برای چی بکنه؟ اگه اذیت میکنه که من اینقدر دوستش نداشتم دیگه. به منم یه امضا میدین یا نه؟ بله. قلم و کاغذ. اگه خیلی معروف شدی من بیام این امضا رو نشون بدم منو تحویل میگیری یا نه؟ من همه رو تحویل میگیرم. هیچ فرق نمیکنه شهرت؟ نه. این هم یک عکس یادگاری با دوستداران در ساعت 2:30 شب. کار تلویزیون رو به عنوان کار اصلیت انتخاب نمیکنی نه؟ چرا؟ نمیدونم. پولش خوب هست یا نه این مدت که کار کردی؟ بله. خوبه؟ میتونم بگم بپرسم چقدر دستمزدتونه قربان؟ نه نمیشه. چرا؟ اینم جزو همون محدودیت ها؟ بله. بار گذاشته سرکار میگه. خب الان به بچه هایی که همسن سال خودتن دوست داری چی بگی؟ اینا که علاقه دارن بیان تو تلویزیون و سینما کار کنن؟ فکرتون پیش تلویزیون نباشن، همیشه درساتون رو بخونید. بعد اگه یه موقعی تونستید ما اوقات فراغت برین تست بدید، اگه قبول شدین بازیگر شید. آها. حالا یه کلیپ هم پخش شده بود که در مورد جام جهانی با امپورنگ اجرا کردی. حضور ذهن داری چند تا بیتشو بخونی؟ چند تا بیت خودم یا کل شعر؟ هر کدوم راحت تر بودی. میونه میدون با دل جون بازیکن تیم ما شوت میزنه. یه گل دیگه. یه گل دیگه. گل شده داور شوت میزنه. ای بچه ها یه گل کمه، یه دست گل برای همه، برای چم ایراد و حدود بیرن، اینا گل موقع ایراد و بینن، دری را شیر و تیر و تیست و بیدو، ایران قهرمانه اینا بدو، شما که مدهی خلیج فارسی، جلو رقیبا مثل کوبای سین، اسم عریفتی که فرقی نداره، این یار ماست میخواد یه گل بکاره. آوش بسید بشکنه.